بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم باهاتون یه خورده حرف جدی بزنم، برای همین خواهش میکنم که این ویدیو رو از اول تا آخر کامل نگاه کنید. نمیخوام هنوز اصلا ویدیو رو ندیدین کامنت بذارین حالا چه خوب چه بد. احتمالا در جریان هستین که توی این چند وقت اخیر یه سری اتفاقات خیلی عجیب غریبی داره میفته توی اینترنت، توی اینستاگرام، توییتر، همه جا راجع به من و یه سری حرف و حدیثایی داره زده میشه که من دیدم که فالوورای خودم دارن راجبش از من سوال میکنن و دیگه دیدم واقعا بهتره که بیام راجبش بشینم صحبت کنم، به خاطر اینکه دیدم این دفعه فرق داره. اینجور چیزا، کلن اینجور اتفاقا، حرف و حدیثا، کلن اینجور چیزا واسه کسایی که حالا چه اینفلوئنسرن، بلاگرن، بازیگرن، خوانندن، کسایی که با مردم در ارتباطن و مردم میشناسنشون خیلی چیزای طبیعیه که اتفاق بیفته، یعنی اصلا چیز غیر طبیعی نیست. ولی یه موقع دیگه آدم حس میکنه که داره از کنترل خارج میشه، یعنی مثلا یه سری چیزا دیگه به قول معروف میگن هر چیزی حدی داره. درسته که جزء کار ماه و نمیشه راجع به شکایتی کرد، به هر حال اینم هست، چیکارش میخوای بکنی؟ ولی دیگه این بار من حس کردم که واقعا داره از حد خارج میشه و باید بیام بشینم راجع بهش صحبت کنم، به خاطر اینکه دلیلی نداره که آدما راجع به من فکر اشتباهی بکنن در صورتی که واقعیت یه چیز دیگه است. خیلی چیزا هست، یعنی خیلی تاپیک های مختلف هست، من راجع به همش میخوام صحبت کنم و تا حالا این کارو نکردم که اینجوری بشینم راجع به این همه چیزی رو بخوام توی ویدیو باهاتون حرف بزنم. امیدوارم هستم که دوباره هیچ وقت دیگه مجبور نشم که بخوام بشینم و از این ویدیو بگیرم، ولی اشکالی هم نداره، به خاطر اینکه چرا که نه، یک بار برای همیشه حداقل برای اون اتفاقاتی که تا الان افتاده راجع بهشون حرف میزنیم، سنگامون رو وا میکنیم و آخر ویدیو شما تصمیم میگیرین که آیا شما میخواین منو فالو کنین یا اصلا میگین که نه بابا جان، تو ما فکر میکردیم دروغگویی، الان دیگه کامل مطمئن شدیم که تو دروغگویی. حرفایی که زده میشه کلن راجبه اینه که صدف بیوتی دروغ میگه، صدف بیوتی راجبه این دروغ گفته، راجبه اون دروغ گفته، صدف بیوتی فالوراشو ببخشید دور از جون شما خر فرض میکنه و کلن حرفای از این قبیل. و راجبه یه سری تاپیک خاصم حرف زده میشه، مثلا راجب فرش قرمز ونیز. من همه رو نوشتم به خاطر اینکه نمیخواستم چیزی رو یادم بره. فرش قرمز ونیز، راجب اینکه توی بلوار هالیوود من ستاره دارم، راجب مجله فوربز، ووگ، ناسا، نمیدونم این جایزه آخریه و کلن یه سری چیزایی هست که من همه رو نوشتم و راجبشون باهاتون حرف میزنم و دقیق بهتون میگم که چیه. راجب هر کدوم من مدرک و سند و چیزایی که دارم و براتون میخونم، خودم میرم پیدا میکنم از تو چیز و میخونم و اینجا روی صفحه براتون میذارم که شما بتونین ببینین. خب استوریو پاک میشه، اون کسایی که اون موقع بودن دیدن که خب دیدن دیگه، به خاطر یعنی توی همین مدت هم که این اتفاقا داشت میافتاد و حرفا داشت زده میشد، خب خیلیا میومدن به من میگفتن که بابا این حرفا چی دارن میزنن، ما که بودیم، ما که دیدیم، ما که یادمونه که مثلا اینطوری که اینا میگن نبوده. ولی خب خیلیام نبودن، من از روز اول که 3 میلیون فالوور نداشتم که، خب از روز اول هی تعداد آدما زیاد میشه. یه موقعی که یه اتفاقی میفته، مثلا تو اگه چه میدونم انقدر آدم تو رو میشناسن و تو رو دیدن، 3 سال دیگه این عدد ممکنه 5 برابر شده باشه. اون تعداد آدمی که بعدن اومدن که ندیدن همون لحظه که چه اتفاقی افتاده، برای همین یه سری چیزا ممکنه یک کلاغ چهل کلاغ شه، یه سری چیزا ممکنه از قصد پخش بشه که فلانی دروغ گفته و این اتفاق بیفته. برای همین خدا رو شکر که اینستاگرام تمام استوریای این چند سال آرشیو نگه داشته و من میتونم برم توی آرشیو اینستاگرامم و تمام هر روزی که دلم بخواد و استوریاشو بکشم بیرون و ببینم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، من چی گفتم، آیا من گفتم که مثلا من توی هالیوود ستاره دارم یا نگفتم یا یه چیز دیگه گفتم، کلا جریان چی بوده. و فقط اینم میخوام بهتون بگم که بدونید، احتمالاً میدونید ولی حالا به هر گفتن ضرر نداره، توی آرشیو اینستاگرام شما نمیتونی استوری رو پاک کنی، نمیتونی استوری رو اضافه کنی، نمیتونی متنایی که نوشتی، حرفایی که زدی ادیت کنی، هیچ تغییری نمیتونی بدی. یعنی هر چیزی که اون موقع مثلا 3 سال پیش گفتی توی اینستاگرام سیو شده توی آرشیو همونه، در نتیجه شما همون چیزی رو الان قراره ببینید که اون موقع اتفاق افتاده. پس نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه اینا رو عوض کنه. خب اولیش راجع به فرش قرمز ونیزه که البته من این چیزایی که حالا دارم بهتون میگم تاریخاش به ترتیب نیستا که حالا کدوم اول اتفاق افتاده کدوم دوم، من همینجوری که حالا نوشتم بهتون میگم.
راجع به فرش قرمز ونیز که خب اگر یادتون باشه من گفتم که من دارم میرم روی فرش قرمز ونیز احتمالاً به خاطر اینکه من تا لحظه آخرم مطمئن نبودم که آیا بالاخره دارم میرم یا نمیرم و به خاطر اینکه اون روز خیلی بارون شدیدی میومد یه سری ها رو مجبور شدن کنسل کنن و من نرفتم و خب خیلی ها باور نکردن حرف منو، گفتن تو دروغ میگی، اصلا مگه میشه، نمیدونم اون کسایی که بخوام برن رو فرش قرمز امکان نداره که کنسل بشه و این حرفا. این داستان انقدر ادامه پیدا کرد که حتی مثلا سال بعدش این جریان فرش قرمز مال سال 2019 بود. بعد سال 2020 که من رفتم لندن با سینا مصاحبه کنم توی برنامهش، حتی سینا هم از من راجع به این قضیه پرسید که جریانش چی بوده، منم این اتفاقی که افتاده بوده براش گفتم، ولی خب همچنان خیلیا گفتن که نه تو داری دروغ میگی، تا اینکه انقدر این قضیه یک کلاغ چهل کلاغ شد و اصلا قضیه برگشت که الان چیزی که من دارم میشنوم اینه که صدف بیوتی گفته که من میخواستم برم روی فرش قرمز جشنواره ونیز و من خواب موندم و نرفتم. حالا خواب موندنشو من کار ندارم به خاطر اینکه خب من الان از روی آرشیف تمام استوریا رو بهتون نشون میدم، میبینین که دقیقاً چی گفتم، ولی حتی همون با اصل قضیه هم کسایی که مشکل داشتن، من تنها چیزی که به ذهنم رسید که الان دیگه براتون بذارم اینه که چتایی که با اون ایجنسی داشتم رو براتون بذارم. حالا قضیه چی بود؟ قضیه این بود که اگر یادتون باشه تمام هایلایت ها هست اینا رو، حالا تاریخاشو بخوایم برید نگاه کنیم، ما ازبکستان بودیم، بعد از ازبکستان دو روز سه روز نمیدونم چند روز برگشتیم و بعدش من و کتی با هم دیگه رفتیم پاریس برای ایونت لورا مرسیه و بعد از اون رفتیم ونیز و بعدم رفتیم نمیدونم موناکو اینا، بعد برگشتیم. توی ازبکستان که ما بودیم، یعنی میخوام بهتون بگم که چقدر نزدیک بود به تاریخ جشنواره ونیز، توی ازبکستان که ما بودیم، یعنی مثلا دو سه هفته قبل از اینکه ما بریم ونیز، ما خب با یه گروه 100 نفره اینفلوئنسر بودیم دیگه توی ازبکستان. همینجوری که حرف بود ما گفتیم آره مثلا بعد از اینم ما داریم میریم پاریس و این حرفا، یکی از کسایی که اونجا بود گفت خب داریم میری پاریس ایتالیا نمیری؟ ما گفتیم نه تو برنامه‌مون نیست. گفتش که اگر میخوای بری، اگر دوست داری، من یه ایجنسی رو میشناسم که میتونم تو رو با این ایجنسی آشنا کنم و اونا میتونن تو رو ببرن برای رد کارپت جشنواره ونیز. من گفتم واقعا؟ خب خیلی چیز مثلا هیجان انگیزی اگه آدم بتونه بره. گفتم حتما، اب نداره، حالا ما که تا پاریس داریم میریم، خب یه قدم تا ونیزم میریم، خیلی خوبه اگر بشه این حرفا. این دوستمون منو با یک ایجنسی که توی ایتالیا بود آشنا کرد و حالا براتون میذارم که دقیقا چه اتفاقی افتاد. بذار خودم بیام یکم این ور که شما ببینید، اینجا میذارم، خودم هم از روش به فارسی ترجمهشو میگم، حالا هم میتونین اینو ببینین هم چیزی که من میگم. دیگه واتساپ دیگه، نمیشه تاریخش رو ادیت کرد، نمیشه چت رو بری عوض کنی، چت مال دو سال پیش رو هیچ کارش نمیتونی بکنی. نوشته که سلام صدف، من فلانی هستم از این تالنت منیجمنت و دوست من آقای فلانی شماره شما رو به من داد، فردا برای فرش قرمز اوکیه، فقط باید ببینم که چه تایمی میتونی بری، میتونم فردا صبح بهت بگم تاییدیش رو؟ خیلی ممنون. من گفتم سلام آقای فلانی، خیلی ممنون، من الان توی پاریس هستم و باید برای فردا صبح هم هتل بگیرم هم بلیت هواپیما بگیرم، آیا فردا آخرین روزه؟ به خاطر اینکه خب اون شب به من گفته بود، من داشتم میخواستم ببینم که خب اگه روزهای دیگه هم هست، من انقدر به این سرعت چیز نکنم، مثلا اگه فردا صبح میام مثلا میشه پس فردا برم. منظورم این بود که گفت نه شنبه آخرین روزه، ولی شنبه نمیشه به خاطر اینکه روز جایزه هاست و میبندنش. گفتم اوکی فهمیدم. گفتش که فردا صبح ما میفهمیم و من میگم و تو هر چی که بود به من بگو. گفتم که اوکی، پس من این مسافرت ونیز رو ترتیبشو میدم برای فردا صبح، فقط میشه به من بگی که کی فستیوال شروع میشه و کی تموم میشه؟ به خاطر اینکه من میخوام تایم فریم رو بدونم. گفتش که the festival ends on Saturday، یعنی فستیوال شنبه تموم میشه ولی خب اون روز جایزه هاست، اون موقع نمیتونی بری، ولی فردا there is a chance، فردا شانس هست که یا ساعت 7:30 یا 10 شب بری، اگه نشود سال دیگه همه چیو انجام میدین به اضافه برندایی که پول بهت میدن که بری روی، چون میدونی دیگه کسایی که روی رد کارپت میرن اسپانسر دارن، یعنی یه سری برندا هستن که حالا لباس جواهرات یا چیزی، یا به تو لباس جواهراتتو میدن مجانی که تو بری روی کارپت، یا اصلا بهت پول میدن که بری. گفتم که اوکی،
من فردا منظورم بود، به خاطر اینکه میخوام یه آیدیایی داشته باشم که کی شروع کنم حاضر شدن، کی اینا، که من بدونم دقیقا که بعد چیکار کنم. گفتش که یا همون ساعت 7:30 میری یا ساعت 10، به هر حال بعد یک ساعت قبلش حاضر باشی، که من گفتم اوکی. فردا شد، گفتم که گود مورنینگ آقای فلانی، من الان ونیس هستم. من اون شب پروازم برای نمیدونم 5 صبح 4 صبح روز بعدش گرفتم و رفتیم ونیس با کتی. گفتم که آیا خبر جدیدی برای من داری؟ گفت گود مورنینگ، یکم دیرتر به ما میگن ساعت ها رو، ولی من انتظار دارم که همه چیزو به من سر موقع بگن. آیا برای میکاپ احتیاج داری کسی رو یا چیز دیگه ای؟ من گفتم نه، من میکاپم خودم انجام میدم، ولی اگر کسی رو دارین برای مو. و یه سوال دیگه هم اینه که من میتونم یه نفر یه دوستم رو با خودم بیارم که فیلم بگیره. گفتش که حتما، من با دستیارم چک میکنم و به تو میگم که میتونی کسی رو بیاری یا نه. منم گفتم اوکی. گفتم که من اگر که ساعت 6 حاضر باشم اوکیه؟ که گفتش که من دارم صبر میکنم که ببینم اصلا هوا خوب میشه یا نه، به خاطر اینکه اگه نشه رد کارپت چه میگن فرش قرمز کنسل میشه. گفتم که من به هر حال فکر میکنی که بهتره که به هر حال حاضر بشم؟ گفت نمیدونم، به خاطر اینکه متاسفانه خیلی بستگی به هوا داره و خیلی تاخیر انجام شده الان به خاطر این هوای بد، و به ما گفتن که کسی رو نبرین روی رد کارپت. I'm so sorry. حالا اینا همه داره توی ساعت‌های مختلفه، حال من دارم اینا رو پشت سر هم میخونم. گفتم که خب پس یعنی کنسل شد؟ گفتش که اگر رد کارپت رو بندازن خیلی بستگی به بارون داره و فقط هم بازیگرا رو میبرن. برای 10 PM، چون اون موقعی که من اینو بهش گفتم نمیدونم ساعت چند بود، ولی میگه برای 10 PM هم که دیگه، یعنی 10 شب هم که دیگه خیلی دیره. اون کسی که ارگنایزر رد کارپت، یعنی کسی که برگزار کننده یه فرش قرمز هست، خیلی متاسفه، به خاطر اینکه میخواست که تو رو بفرسته روی توی ایونت و به خاطر اینکه تو رو خیلی دوست داره. منم خیلی متاسفم، به خاطر اینکه با اینکه خیلی زمان کمی بود من تو رو وارد کردم، ولی خب چیز خیلی بد بود، هوا خیلی بد بود. بعدم که قطعا سال دیگه میتونی رو من حساب کنی که من تو رو ببرم و برای ایونت های دیگه که توی ایتالیا هست و فلان و دیگه کلابوریشن، همکاری های دیگه با بیوتی برند ها و نمیدونم فلان این حرفا. من گفتم که ایتس اوکی، گفتم اشکالی نداره، من تقریبا حاضرم الان، ولی اگر تو تونستی به هر حال یه جایی پیدا کنی میتونی به من بگی، بخاطر اینکه من دیگه تقریبا حاضر بودم و خیلی ممنون. گفتش که اوکی، اگر چیزی عوض شد من به تو میگم. گفتم که من فقط به خاطر این اومدم ونیز، به خاطر اینکه دقیقا هم همین بود. گفتش که آینو، ولی خب دیگه هوا بد بود و فلان این حرفا دیگه تموم شد و یه دونه ایونت دیگه بود اون شب که گفتش که افتر پارتیه یه جورایی که چیزه. گفت میخوای اینو بری؟ که من گفتم نه، چون کتی خیلی مریض بود، اینم میتونیم بریم با توی استوریا ببینیم. گفتم که نه، من دوستم مریضه و نمیرم. خب این از این بود. حالا بریم توی دایرکت همون دوستم که اینو به من چیز کرده بود، اینو به من معرفی کرده بود این آقا رو. تاریخ ها رو دیدین دیگه، 5 سپتامبر من گفت در 6 که بیا، من 6 صبح رفتم و این حرفا. 7 سپتامبر من این دوستم یه دونه استوری گذاشته بود، من بهش ریاکت کردم، نوشته تانک یو، نوشته تو چطوری، من خیلی خیلی معذرت میخوام به خاطر این رد کارپت که اینجوری شد، این هوای لعنتی، من همه چیزو برات درست کردم، بعد اینجوری شد، این بارون لعنتی. میگه که چرا به چیز نیومدی، چون خودش هم اونجا بود اون پارتیه که بعدش بود، چرا نیومدی؟ به خاطر اینکه اون آقا به من گفتش که واسهت دعوتنامه میفرسته. من گفتم اشکالی نداره، شانس بعد من بود. بعدم که من هم خیلی زیادی دیگه ناراحت بودم که بخوام پارتی کنم، هم این که دوستم مریض بود، ولی به هر حال مرسی دیگه، همین. خب حالا از تو آرشیو اون استوریایی که اون موقع گذاشتم راجع به این که چرا من نرفتم روی فرش قرمز رو براتون میخونم، اینجا براتون میذارم، تاریخش هم میبینین دیگه، همون 6 سپتامبر، روزی که بعد میرفتم روی فرش قرمز.
نوشتم که به هر کسی یه تایم مشخصی میدن که بره که خر تو خر نشه دیگه. بعد به من گفته بودن که تا ظهر بهم خبر میدن که ساعت 7 برم یا ساعت 10. منم هی منتظر هی منتظر شد. از اون طرفم چون همه چی خیلی لحظه آخر شده بود، من لباس آوردم ولی گفتم کفش از همینجا بخرم، دقیقاً چیزی که من تو برنامه سینام گفتم. و از وقتی هم که ما رسیدیم تو بارون کل اونجا رو ما متر کردیم با کتی که کفش پیدا کنیم دیگه. خلاصه که الان به هم گفتن ممکنه به خاطر بارون شدید فرش قرمز کلن کنسل شه، حرفی که آقاه زد. من که نمیدونستم فرش قرمز آیا کنسل میشه یا نمیشه. گفتم الان دقیقاً چیکار کنم؟ به معنای واقعی موش از داره بلغور میبره، موندم پاشم حاضرشم به هر حال یا نه؟ حرفی که من به آقای زدم، گفتم به هر حال من پاشم حاضرشم یا چیکار کنم؟ که اون گفت من نمیدونم. گفتم حاضر شدنم هم یه پروسه 3 ساعت هست حداقل. اینم قیافمه. اگه یهو بگه ساعت 7 بیا چی؟ اینجا الان ساعت 4:30، تازه یه ساعت قبلش هم باید اونجا باشیم، یعنی 6. که دیگه میکاپمو کرده بودم. اینم صدای بارون. کتی هم که انقدر مریض بود که خوابیده بود و به من گفتش که کنسل شد و من فقط به خاطر همین فرش قرمز رفته بودم ونیز دیگه همین. که بعدم به من گفتش که فقط بازیگرا میتونن برن. و یعنی شما نگاه کنین، دقیقا همون چیزی که توی چت من با اون آقا بود، من همونا رو دقیق توی استوری به شما گفتم. یعنی یک کلمه توی این چیزا شما دروغ نمیبینین. میدونی هرسم از این چیزا در میاد. خلاصه دیگه همین. این بود از قضیه ونیز. حالا اینجا یه چیزی بکنید اگر که فکر میکنید، یعنی یه تصمیمی بگیرید راجع به این قضیه، حداقل اگر فکر میکنید دروغ بود چیزی توی این قضیه، اصلا به نظرم بقیه ویدیو رو نگاه نکنید، به خاطر اینکه دیگه یه دونه دروغ با 10 تا دروغ فرقی نمیکنه. ولی اگر راجع به این یه دونه قانع شدین، به نظرم بقیه‌اش هم ببینین که حالا کلا شفاف سازی شیم دیگه با هم دیگه. بعدش بریم سراغ ستاره هالیوود. خیلی نمیدونم از کجا پیچید یهو که صدف گفته که من توی خیابون هالیوود توی لس آنجلس ستاره دارم و بعدن اومدم گفتم نه اون نبوده، یعنی حرفمو عوض کردم. اول گفتم تو خیابون هالیوود من ستاره دارم، بعد که دیدم گندش در اومده اومدم گفتم که نه بابا شوخی کردم، نه منظورم اون نبود فلان حرفا. بریم دقیقاً همون لحظه‌ای که من خودم اون ستاره رو دیدم ببینیم که اون موقع من چه استوری گذاشتم. یعنی قبل از اون من خودم نمی‌دونستم مثلا ستاره‌ای وجود داره. اینم تاریخاشو گذاشتم توی این، یعنی توی نوتم نوشتم که برم پیدا کنم از توی چیزیا. آگوست 10، 2020. اگه یادتون باشه آگوست 10 موقعی بود که من و علی و سارا و مامانم رفته بودیم لس آنجلس. ببخش 2019 چرا زدم 2020. یعنی قبل ونیز بوده این. من و علی و مامانم و سارا رفته بودیم لس آنجلس به خاطر اینکه بیوتی کان بود و توی بیوتی کانم من قرار بود که اونجا روی استیجشون لوری هاروی رو آرایش کنم. کلا یه ایونت 2 روزه بود که توی لس آنجلس برگزار میشد و این بزرگترین ایونت زیباییه که توی آمریکا برگزار میشه. و من 11 قرار بود برم اونجا و کارم رو انجام بدم، 10 گفتم خودم برم اونجا که هم محیط رو ببینم باش آشنا شم، هم براتون استوری بگیرم که این استوریایی که پوشیدم اینا چون الان داره میذارم که ببینین. همون 10 بود که من رفته بودم اونجا یه دوری بزنم تو خود بیوتی کام ببینم چه خبره، استیجش چجوریه، کلا جوش چجوریه، که فرداش که میخوام برم اونجا خودم برنامه دارم مثلا گن نزنم. خب رفتم اونجا سر بزنم و ببینم چه خبره فلان این حرفا. بچه ها سلام، من برگشتم با یک استوری دیگه. امروز روز شنبه است، اولین روز بیوتی کان که ما داریم میریم و خیلی هیجان داریم، منتظر تاکسی هستیم دیگه. لباس رو امروز من یه خورده لباس راحت تر پوشیدم، کتونی پوشیدم و اینا چون قرار میخوام اونجا راه برم و همه قرفه ها رو برم سر بزنم و ببینم چه خبره و فلان این حرفا. فردا که خودم قراره برم روی استیج دیگه باید یه خود پیرن و پاشنه بلند و فلان و این حرفا. خلاصه اگر
حالا امروز کسی از بچه بیوتی ها اونجا بود دیدمتون که لباس هم دیدید فبه چی؟ فلان اگر نه که فردا حتما میبینم لباس همون لباسی منتظر استوریا باشید دیگه فلان خدافز دور لوگوش هست میدم میبرم به تون هر جا میخوای بری که دیگه مثلا بی خودی گمگو نشی وقت تلف کنی و اینا خلاصه که من اینجا این استوریاری که دارم براتون میذارم همه کسایی که اون استوریارو موقع داشتن میدیدن در جریان بودن که من رفته بودم بیوتی کان و توضیحاتش رو توی استوری دادم و هیچ نه حرفی از هالیوود و ستاره هالیوود و خیابون هالیوود بود نه چیزی، یعنی حتی اینجوری هم نبود که من تو خیابون هالیوود داشتم مثلا راه میرفتم یهو یه ستاره دیدم. توی بیوتی کانه میدم با لایم کرایم هستیم. اوکی وایت مزه بهتون بگم دیشب که توی اون مهمونی بودیم جینی که هست برنامه سنی مجریه بعد یه بودی که من دارم که به این نجه آقا این اولین باری بود که این ستاره هر دیدم یهو خیلی اتفاقی داشتیم اونجا راه میرفتیم یهو من ستاره هر دیدم آقا الا آقا یا حبیبی ستاره رو برو ستاره رو برو اصلا شوکه شدم وای خدایا یکس باش بگیرم سری سب کن وای یارو سلام علیکم. این اون روز اولی بود که توی بیوتی کار من رفتم و این ستاره رو دیدم. شمایی که الان دارین میبینید و شنیدین توی این چند وقته که من گفتم که توی خیابون هالیوود ستاره دارم، بعد حرفمو عوض کردم، بعد دیدم گندش در اومده نمیدونم، یا خیلی هم مثلا میگه نه حرفتم عوض نکردی، اصلا از اول گفتی تو هالیوود ستاره داری هنوزم میگی، ولی خب ما که میدونیم نداری، ما که رفتیم چک کردیم دیدیم نداری. به من بگین کجای این استوریا من گفتم که من تو هالیوود ستاره دارم، من تو خیابون هالیوودم الان. دیدین دیگه توی بیوتی کان بود و این یه چیز نمادین بود که اونجا درست کرده بودن و من ازش فیلم گرفتم و بهتون نشون دادم دقیقا همون چیزی که بود. اونم یه برچسب بود که بعدن که دیگه ایونت اونجا تموم شد برچسب رو کندن بردن و بعد باهاش عکس گرفتم. حالا عکسم تو پیج هست ولی برای یه چیز دیگه من عکس رو پست کردم که حالا بهتون میگم. یعنی اون عکس رو پست نکردم که بگم من ستاره دارم، اصلا یه چیز دیگه بود. اینم از ستاره هالیوود که حالا باز من اومدم بعدن دوباره شفاف سازی کردم. موقعی که اندی ستاره هالیوودشو گرفت 18 ژانویه 2020، یعنی چند ماه بعد 18 ژانویه، خب من اون عکسی که با اون ستاره خودم داشتم و توی استوری پست کردم و نوشتم با تبریک فراوان خدمت اندی عزیز یه شفاف سازی بکنم، به خاطر اینکه خیلی اومده بودن به من گفتن که وای، چون خب اندی فکر میکنم اولین ایرانی بود که توی اونجا ستاره گرفته بود، خیلی اومده بودن به من میگفتن که مگه تو ستاره نداشتی یهو، پس تو اولی بودی، اندی اولی نبود. من اومدم دوباره گفتم خب لابد سوء تفاهم شده دیگه، یه شفاف سازی کنم برای کسایی که دچار سوء تفاهم شدن. این ستاره من توی بلوار هالیوود نبود، توی بیوتی کان بود. اندی اولین ایرانیه که توی بلوار هالیوود ستاره گرفته و جای بسی افتخار داره. پس شما اینجا خودتون میبینید که همون موقعشم سوء تفاهم شده بود برای کسایی که فکر کرده بودن نمیدونم چرا تقصیر منم نبود، من هیچ سیگنال اشتباهی نداده بودم که فکر کردن من توی بلوار هالیوود ستاره دارم. خب اینم از این داستانم بذاریم بره کنار. اون استوریه که دیدین از توی بیوتی کان، خب روز اول بیوتی کان بود، روز دومش که من اونجا خودم برنامه داشتم و روی استیج بودم، بعدش من با برنامه انترتینمنت تونایت آره دیگه ای تی که یه برنامه خیلی معروفیه که اینجا از توی تلویزیون پخش میشه توی آمریکا، اونجا بودم و با من مصاحبه کردن. توی مصاحبه‌ای که داشتن با من میکردن یهو خانمی که مجری بود با من مصاحبه میکرد گفتش که خب تو هم که از طرف فوربز و ووگ، حالا چیزی که یادمه براتون میذارم الان دقیقا همون کلیپو که چی گفت اون موقع، به عنوان تاثیرگذارترین اینفلوئنسر دنیا انتخاب شدی. You are so busy and Forbes ranked you number 2 most
influential influencers. They did? Yeah, it says I right didn't here. Know that. Forbes ranked you second most influential beauty influencer in the world. Wow. And number one when it comes to luxury cosmetics. No way, I didn't know that. Yes. که خودتون دیدین قیافه منو توی اون کلیپ چه شکلی شد. من اصلا فکم چسبیده بود به زمین. اصلا مگه داریم همچین چیزی؟ بعد همچین برنامه‌ای مگه میاد چرت و پرت بگه؟ یعنی توی اون لحظه‌ای که اینو گفت من هزار تا چیز مختلف توی ذهنم داشت میگذشت و به معنای کلمه فک من چسبید زمین. گفتم چی؟ که اصلا خانم خودش از قیافه من تعجب کرده بود که چجوری الان این چرا اینجوری میکنه، چرا نمیدونست مگه و فلان، چون این اتفاقی که افتاده بود توی مجله فورز مال و گذاشته بود مال چند روز قبلش بود، یعنی من نمیدونستم اصلا همچی چیزی بود و من خیلی سورپرایز شدم و گفت آره اینطوری بوده و فلان این حرفا. و بعدا اومدم خودم نگاه کردم دیدم بله درست راست میگه. بعد حالا من لینکاشو همه رو دارم اینجا براتون میذارم چیزاشو متناشو، ولی اگر خواستین تمام لینک ها رو برای اینکه خودتون بتونین بکشین بالا و برین نگاه کنین براتون میذارم توی استوری اگر خواستین بهم بگین. مجله فوربز فرانسه اومد یه لیستی منتشر کرد توی سال 2009، فکر کنم جولای 2019، یعنی مثلا چند روز نمیدونم دقیقاً چقدر قبل از اینکه ما رفتیم بیوتی کان، که از توی هر کاتگوری اومده بود 1 تا 10 چیز کرده بود، از برندا، از اینفلوئنسرها، توی کاتگوری‌های مختلف. دو تا چیز بیوتی داشت، گروه بیوتی داشت که یکیش بود کلاً the most influential influencer، بیوتی اینفلوئنسر، که من دوم شده بودم، جیمز چارلز اول بود، بعد من دوم بودم. یه دونه کاتگوری دیگه داشت به اسم the most influential لاکشری کازمتیک اینفلوئنسر، که تاثیرگذارترین لاکشری کازمتیک، یعنی توی لوازم آرایش لاکشری، که توی اون لیست من اول بودم. خب که بعد مجله ووگ فرانسه اومد اینو نوشت، این آرتیکل رو نوشت و اینو پوشش داد و کلی راجبش صحبت کرده بود این حرفا. حالا چیزی که کلن به وجود اومد این بود که خیلی اومدن گفتن که نه بابا این که فوربز اصلی نبود، نه بابا این که ووگ اصلی نبود. ببین مثلا چجوری بگم، فوربز فوربزه، خب یه دونه تو آمریکاست، یه دونه توی فرانسه است، یه دونه توی کشور دیگه است، یه دونه مثل سرگروه داره، بقیه کسایی هم که بقیه اونای دیگه هم که هستن که مال این کشور، مال فرانسه، مال اونا فلان، اینا همه فوربزن. خب مثلا اینجوری نیست که این یه چیز دیگه باشه اون یه چیز دیگه، اعتبار اینا با هم هیچ فرقی نمیکنه. اینجوری نیست که مثلا بعد یه سری دیگه اومدن گفتن که نه بابا یه نفری، یه شخص سومی که اصلا هیچ ربطی هم به فوربز نداشته اومده مثلا اینو اونجا نوشته و منتشر کرده، هیچ اعتباری هم نداره. مگه فوربز خونه خاله است که هر کسی؟ اگه اینجوریه خب عباس آقا شما بیا برو یه چیزی تو فوربز بنویس راجع به خودت بنویس. نه اگه اینقدر کشکیه که هر نفر کسی که دلش میخواد میتونه بره هر چیزی که دلش میخواد و که هیچ اعتباری هم نداره، نه اون آدم اعتبار داره، نه اون چیزی که نوشته اعتبار داره، نه لیستایی که منتشر کردن اعتبار داره، خب چرا شما نمیری بنویسی اسم خودت هم بذاری سرگروه لیست؟ نه یکم بعضی چیزا به نظرم یکم فقط آدم باید با خودش دو تا چهار تا کنه ببینه اصلا این حرفی که داره زده میشه منطقیه یا نه. خب بعد یه خورده بزنیم جلو بریم سراغ ناسا. اونم خیلی برای خودش داستان شد که یعنی الان که خود ازش گذشته که حرف هی چرخیده از این به اون از اون به اون، میگن که صدف گفته که ناسا منو دعوت کرده ولی بی خودی میگه، دروغ گفته بهتون، شما رو مثلا بی سواد فرض کرده و اصلا صدف رو دعوت نکردن و ثبت نامی بوده و فلان این حرف. من میخوام براتون برم دقیقا همون موقعی که اومدم به شما گفتم که من دارم میرم ناسا، ببینیم چی گفتم توی استوریا اون موقع، چجوری اینو به شما معرفی کردم ناسا رفتنمو. 11 فوریه 2020 من اینو گفتم. حالا میریم توی استوریا. خودتون میدونید دیگه ناسا خب خیلی چیز مهمیه. گفتم که خب مامانم هی میگه نگو نگو الان نگو، یه وقت مثل جشنواره فیلم ونیز نشه، وایسا بری بیای بعدم بگو.
فکر کنم تا الان خفن ترین اتفاقی که برام افتاده، هنوزم فکر میکنم تا الان خفن ترین اتفاقی برام افتاده اون بود، چون واقعا تجربه عجیب غریبی بود. هولم نکنین دارم میگم و فلان و اینا. حالا من چی گفتم؟ توی استوری گفتم چند وقت پیش دایرکت دیدم که یک بچه بیوتی گفته بود وایس هدف ناسا داره 50 تا اینفلوئنسر رو انتخاب میکنه که ببرتشون لانچ شدن اسپیس اکس رو ببینن و توی کل ایونت های اون چند روز شرکت کنن و با دانشمندا حرف بزنن و با رئیسای اسپیس اکس و ناسا اینا حرف بزنن. لینک سایتو فرستاد، گفت از اینجا اپلای کن برو. چی گفتم من؟ خودم دارم میگم که بچه بیوتی برای من لینک و فرستاد، گفت اپلای کن، ناسا داره 50 نفر از بین تمام کسایی که اپلای کردن ثبت نام کردن و انتخاب میکنه که ببرتشون اونجا لانچ شدن، یعنی به فضا پرتاب شدن اون چیزو ببینن. تو دلم گفتم چه دل خوشی داره بچه بیوتی، مگه ناسا میاد منو انتخاب کنه از بین این همه آدم؟ دایرکتشو بستم رفتم پیکارم. یکی دو روز بعد یادم افتاد رفتم تو فیک، گفتم حالا سنگ مفت گنجیش مفت، ضرر نداره که. رفتم اپلای کردم. یه مدت گذشت تا شد چند روز پیش جواب دادن، گفتن مبارکه شما انتخاب شدی. که من خب واقعا فکم چسبید به زمین، باورم نشد. ایمیل رو فرستادم برای علی، گفتم اینو بخون ببین سرکاریه یا نه. گفت درسته، که من واقعا گریم گرفته بوده، اینو شوخی بهتون نمیکنم، گریم در اومده بود. خلاصه تاریخ لانچ هم اول 2 مارس بود، ولی بعد فکر کنم عوض شد، فکر نمی کنم که عوض شد، میدونم که عوض شد ولی یادم نیست دقیقاً افتاد چه تاریخ، فکر کنم افتاد 5 یا 10 یادم نیست. توی فلوریدا موبایل من هنگ کرد. بریم توی ایمیل من ببینیم که چی بوده این قضیه ناسا. خب من توی ایمیلم کلمه ناسا رو سرچ کردم که تمام اون ایمیلایی که توی اون مدت ازشون برام اومده رو دونه دونه بهتون نشون بده. من اپلیکیشن رو پر کردم براشون فرستادم، کلی از من مدارک خواستن، نمیدونم ببین خیلی مدارک خواستن، از حالا تمام آیدی و پاسپورت و همه سوشال سکیوریتی اینجا همه چی بگیر، اینجا بک‌گراند چک انجام دادن، همه این کارا کردن، شناسنامه ایرانم، پاسپورت ایرانی، تمام مدرسه هایی که من تو ایران رفتم و آدرساشو پرسیدن، پدر مادر خواهر تمام، علی تمام سابقه فلان اینا همه رو پرسیدن و بعد شروع کردن اپلیکیشن رو ریویو کردن که ببینن مثلا میخوان، حالا به غیر از پیجامو که پرسیدن، یوتیوب اینستاگرام همه رو پرسیدن که ببینن میخوان منو انتخاب بکنن یا نه. اینو برای این میگم، برای کسایی که گفتن اینکه یه ایونت بلیت خریدنی بوده که هر کسی میتونسته بره و اصلا میتونی بری و فلان این حرفا، اونم باز اول ویدیوی ولاگ ناسا کامل توضیح دادم که اون قسمت موزه ناسا که جای اصلا عمومیه، یه مکان علمی تفریحیه که همه میتونن برن و بلیت بخرن برن، جریانش چیه، شما هر کسی میتونه اونو بلیت بخره بره، ولی این قسمتشو که شما بتونی بری روی لانچ پدا، بتونی بری توی خود ساختمونای ناسا، بتونی بری توی اون اسمبلی بیلدینگ، بتونی بری با خودشون حرف بزنی، بتونی بری خود لانچ موشک رو از نزدیک نگاه کنی، اینا جزء این برنامه بود که ما براش رفتیم که 2 روزم بود، که این اونجوری نبود که شما اینو با هیچ بلیتی نمیتونی بخری بری، این باید حالا از طریق اینجوری که خودشون حالا چیز میذارن و اینا بری. که حالا اینا رو که همه رو من اپلیکیشن ها رو فرستادم و این حرفا، من این چیز اومده بود ایمیلش که اپلیکیشنتون اپروف شده، که من کف و خون قاطی کرده بودن دیگه. خلاصه حالا اینجا شما به من نشون بدین که کجای این قضیه من چیزی خلاف واقعیت به شما گفتم. اگر فکر میکنید که چیزای قبلی رو من راست گفتم، این یه دونه رو دروغ گفتم، خواهش میکنم که الان این ویدیو رو ببندین، به خاطر اینکه یه دونه دروغ با 10 تا دروغ فرقی نمیکنه و خب به نظرتون اینجوری بوده دیگه، ولی واقعا یه خورده فکر کنید و ببینید با حرفایی که الان زده میشه که آره صدف گفته ناسا منو گشته تو دنیا پیدا کرده، منو دعوت کرده، اصلا ناسا فلان، کجا من این حرفا رو زدم و کجا شما میبینید که این یه چیزی بوده که هر کسی میتونسته بلیت بخره بره. بعد میریم یکم جلوتر، یه چیز دیگه‌ای که راجبش همیشه به من فوش میدن، قضایای آبان 98 بود که خب اگه یادتون باشه ایران شلوغ شده بود، خیلی ها کشته شدن، اینترنت قطع شده بود، کلا خیلی وضعیت ناجوری بود و این حرفا، و چیزی که به من حجمه‌ای که به من وارد شد کلا نمیدونم چرا، واقعا دلیل همه اینا رو نمیدونم چرا، خیلی برام سوالی که بدونم چرا من، این بود که
تو هیچی نگفتی، تو پشت مردم خالی کردی، تو فقط به فکر جیب خودتی، نمیدونم فلان این حرفا. من میخوام برم توی همون جریانات آبان 98 که میشه، بذار اینجا من تاریخشو گذاشتم نذاشتم، 98 میشه چه سالی اینجا؟ 2020 اوکی، بذار اول برم تو پستا، به خاطر اینکه اون پستی که من گذاشتم و بعد آرشیف کردم بعدن این پستو. خب از روی این میتونم برم نوامبر 2019 یه متن انگلیسی من نوشتم که توی پیجم پست کردم، توی استوری هم گذاشتم، خیلی هم پخش شد توی اینستاگرام، که نوشتم به تمام دوستای اینفلوئنسرم. شاید راجع به این قضیه نشنیده باشین، ولی توی این چند روز گذشته توی ایران تظاهرات شده به خاطر اینکه قیمت بنزین یهو 3 برابر شده توی یه شب. صدها آدم بهشون شلیک شده و فوت کردن و خیلی‌هاش و هزاران آدم زخمی شدن و فرستاده شدن به زندان. اینترنت ها قطع شده برای تمام این مدت به خاطر اینکه این اخبار درس پیدا نکنه و هیچ پوشش خبری هم توی کانال‌های خبری نیست. من ازتون میخوام که لطفاً اینو شیر بکنید که آگاهی رو بیشتر بکنیم راجع به این قضیه، که این قضیه توی خبرهای جهانی پخش بشه تا اینا بیدار بشن و این چیز این چیز خیلی اورژانسی رو پوشش بدن. و گوگل اند فیسبوک پلیز پروواید اینترنت کانکشن فور دی پیپل این ایران. اینم چیزی بود که حالا اون موقع خیلی داغ شده بود، همه میگفتن که گوگل و فیسبوک میتونن اینترنت بدن به ایران، که حالا منم اینو نوشتم و خب این خیلی هم پخش شد و اینجا من این سایتش هم میتونم ببینم از همون موقع. یه سری چیزا میگفتن که اون موقع تو همش از خودت و از خرید تو از اندام این برون برات استوری میذاشی و اصلا به هیچ جا هم نبود که تو ایران داره چه اتفاق میفته و این حرفا. من الان میرم توی اون تایم نوامبر 19 نوامبر 2000 و... چیز بود دیگه 2019 ببینیم من چیا گذاشتم اون موقع. برای کسایی که اون موقع نبودن، خب خیلی ها نبودن به خاطر اینکه اینترنتاتون که قطع بود، حتی اگر اون موقع منو فالو میکردین خب بعدا ممکنه واقعا یه چیزی شنیدین. من فکر میکنم این قضیه از 16 نوامبر شروع شد به خاطر اینکه من یه گفتم که آقا خوبی این سالمی، این چقدر شلوغ شده دیگه. حالا من اون چیزایی که به ذهنم موقع میرسید میگفتم حالا که اینترنت قطع شده میخواین پسورد وایفای خونه هاتون رو موقتی وردارین که اگه کسی نزدیک خونتونه بتونین استفاده کنه، به خاطر اینکه گفتن که فقط اینترنت چیزی مثلا خطا قطع شده، هنوز وایفای ها کار میکرد. که بعد یکی گفت امروز مغازه‌دارا رمز وایفایشون رو برداشتن و نمیدونم فلان و بعدم نوشتم امیدوارم هر چی باعث میشه مردم دوباره بتونن خوشحال و خوشبخت و آروم زندگی کنن پیش بیاد. امیدوارم اون کسایی که مردم رو میزنن و میکشن بفهمن که اگه وضع بهتر بشه وضع خودشون هم بهتر میشه و به جای جنگ با مردم باشون همراه بشن. چماق به دستان عزیز. شما هم تو همین کشور با همین شرایط گرونی دارین زندگی میکنین دیگه، از هاوایی که نیومدین. خب این روزای اول چیز بود و دوباره چون من کلن هر چیزی بگم فوش میدن یه سری، اینم میتونی بخون دیگه حالا که چی نوشته بودم و این حرفا. و کلن توی این چند روز من سعی کردم که راجع به این قضیه حرف بزنم. خب من اینه چطور لود نمیشه، بیا همینجوری داره میاد دیگه. حالا مثلا راجع به این دوباره میگم آقا در چه حالی، یه خبری بدین فلان. و اون موقع من موقعی بود که داشتم اسباب کشی میکردم که توی اون روز 17 نوامبر یعنی فرداش همین دو تا دونه استوری رو گذاشتم و دوباره راجع به همین قضیه اینترنت نیست، نمیدونم وی پی ان چیکار کنیم، وی پی ان بچه‌ها میگفتن من میذاشتم و اینم گذاشتم برای همدردی با ایران. و خلاصه که نفر اومد گفت حتی که بیا حالا که ایرانی ها اینترنتشون قطعه قوره کشی بکنی، که گفتم آقا از آب گلالود ماهی نگیرین، سیزده به در که نرفتن، گیر افتادن، ایشالله به زودی برمیگردن قوره کشی هم میکنین. و اینم برای این بود که حالا من نخواه همه رو دونه دونه براتون بذارم، ولی میخوام بهتون بگم که کل فوشایی که من هنوز دارم میخورم راجع به اینکه اون موقع من هیچ چیزی رو اصلا کار خودم میکردم و فلان به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من یک روزشو که حالا اون چیزا رو استوری هم گذاشته بودم که بتونین نگاه کنین. بچه‌ها
بچه‌ها سلام. این بود که حالا من اون موقع داشتم میگفتم که مثلا چقدر بچه‌ها سلام، مثلا این حرفا. من رفتم کاسکو و همین چیزاشم خرید کردم و استوری گذاشتم. خب تمام، همین استوری، یعنی مثلا که یه چیزی باشه که حالا مثلا خیلی دیگه چیز باشه. اون بود که بعد روز بعدش هم 21 نوامبر اینترنت ها وصل شد و اومدین. خب این از این بود. ولی چیزی که اون موقع منو خیلی ناراحت کرد این بود که خب اینجا خیلی ما واقعا ناراحت بودیم، خیلی ناراحت بودیم، خیلی شلوغ بود، آدم ها رو میکشتن، اینترنت قطع بود، کلا خیلی وضعیت بدی بود و خیلی نگران بودیم به خاطر اینکه خب اینترنت وقتی قطع باشه تو نمیتونی تماس بگیری، خبر بگیری، نمیتونی چه اتفاقی داره میفته و خیلی کسایی که این بر بودیم قاطی کرده بودیم. بعد که اینترنت قطع شد کسایی که از ایران اومدن، من اینو بعدنم استوریشو گذاشتم و دقیقاً همینو گفتم توی استوری، احتمالاً یادتونه چون موقع دیگه اینترنت بس بود، گفتم که من واقعا خیلی برام جالب بود که همه به هم تبریک میگفتن که مثلا آخ چون وای مبارک اینترنت ها وصل شده نمیدونم فلان این حرفا، و خیلی من ناراحت شدم به خاطر اینکه من فکر کردم که واقعا، یعنی از دست مردم ناراحت شدم به این دلیل که فکر میکردم که اصلا انگار یهو همه چی فراموش شد، تمام دغدغه مردم شد اینترنت، حالا که واسه دارن به هم تبریک میگن. اصلا بابا شماها واسه بنزین داشتین اعتراض میکردین، اصلا اون فراموش شد، اینترنت که واسه شد خب خوشحالیم، خب روسی کنیم، اینترنت واسه شد این حرفا. و بعد از اون و خب توی این مدت هم شما خودتون میتونید تصور کنید که من چقدر فوش از این برمارم هنوز میخوردم که آره به تو مربوط نیست، تو از خارجی تو دخالت نکن، یا نمیدونم کم داری انجام میدی کاری که داری میکنی، بیشتر انجام، یعنی به هر حال تو هر کاری بکنی حرف ازش در میاد دیگه. اون موقع بود یه جورایی که من داشتم پیش خودم فکر میکردم که ببین فرقی نمیکنه واقعا که من نوعی بیام اینجا چی بگم، بیام خودم رو بکشم نکشم فلان این حرف. وقتی اینترنت وصل میشه و همه میان به هم تبریک میگن، یعنی وضع خیلی خرابه. در نتیجه همون بهتر که اصلا من خودم رو قاطی این قضایا نکنم. چرا قاطی نکنم؟ به خاطر اینکه شما خب یه چیزایی رو آدم باید بی‌تعارف بگه دیگه خودتون، ما هممون ایرانی هستیم و میدونیم شرایط چجوریه. شما وقتی که حالا مثلا توی اینستاگرام هستین، میایین مثلا یه دونه با پیج خودتون یه چیزی میذارین که پیجتون هم پرایوت، یا اگه پابلیکه مثلا فالوور کمی داره، خیلی اون درصد ریسک براتون کمتره، خیلی امکان اتفاقات بعدی که ممکن براتون پیش بیاد کمتره تا یه کسی مثل من که خب خیلی ها میشناسنش. من همین الان خودتون داره میبینین دیگه، یه حرفی رو من زدم یه چیز دیگه شستن کردن، کل حرف منو عوض کردن و بر علیه هم الان دارن استفاده میکنن. چه برسه به این که من خودم بیام یه چیزی هم بگم که میدونم مثلا از لحاظ اونجا غیر قانونی، از میدونم تبعات داره. و بعد چی آدم یه موقعی، من خب موقع توی آبان اون موقع اومدم پی همه چی به تنم مالیدم، گفتم آقا جان من به خاطر این مردم میام و این پستا رو میذارم، نستوریا رو میذارم و هر چی هم شد اشکال نداره، به خاطر اینکه اون موقع من حس میکردم دارم یه چیزایی میبینم. ولی بعدش که اومدن اینترنت ها باز شد و دیدم اصلا هیچی به هیچی، من گفتم واقعا برای چی من میام خودمو میام به خطر میندازم، ممکنه هیچ وقت دیگه نتونم برم ایران. همینجوری که میبینین که الان چند سال نرفتم به خاطر اینکه تعارف نداره، میترسم برم. چه اتفاقاتی که پشت پرده میفته، چه تهدیدا، چه نمیدونم چه اتفاقی، خودتون میدونین، خودتون هستین توی این فضای مجازی، چقدر کسایی رو گرفتن به خاطر کاری که نکرده بودن. و حالا من بیام این وسط خودمو، خانوادهمو، همه چیمو، تمام اسمو، تمام اطلاعات من الان توی چیز هست، یعنی من امکان نداره اینجا بیام توی اینترنت یه کاری بکنم کسی نفهمه. اون وقت کسایی که خودشون جرئت نمیکنن حتی با اسم و فامیل خودشون بیان به من فوش بدن، از من انتظار دارن که من با تمام اطلاعاتم که تمام همه جا هست بیام و مثلا اینجا بشینم شعار بدم و مثلا چیز بکنم و حرف سیاسی بزنم و این حرفا. نه، من این کارو نمیکنم. و اگر شما فکر میکنید که به خاطر این قضیه من مثلا مزدور جمهوری اسلامی ام، من با اونا دستم توی کاسه است، من نمیدونم فلان این حرفا، من این حق شماست که این فکر رو بکنید. من دارم بهتون میگم اگر تا الان ویدیو به شما ثابت شده که تمام این حرفایی که برای من درست کردن
حرفای دروغی بوده و من دارم راست میگم، شما این حرف منم احتمالاً باید باور کنید که من مزدور هیچ کسی نیستم. و اون موقعی که خیلی یهو به من میگفتن مزدور، من واقعا نمی‌دونستم اصلا کلمه مزدور یعنی چی. یه دفعه رفتم از علی پرسیدم چی میگن مردم، که مثلا یه سری چیزا گروهایی که منو به اونا میبستن من حتی اسمشو درست نمیتونستم بخونم. میرفتم از مثلا این برمر دور و بریام میپرسیدم این چی هست اصلا که میگن، مثلا توضیح میتونم یعنی من اینم مثلا. حالا موقع اوله خب آدم میخنده میگه وای چقدر مثلا چیز، ولی خب دیگه از یه جایی به بعد دیگه واقعا اصلا وقتی تو هر جا سرتو برمیگردونی میگن این مزدور فلان جاست، این با فلانی دستش توی کاسه است، اصلا تو واقعا مقصد میخواد بتره که مثلا از کجا میارین این چیزا رو. ما خودمون توی خانواده 5 نفر 6 نفر وقتی دور هم جمع میشیم 6 تا نقطه نظر مختلف راجع به یه مسئله اجتماعی داریم که هر کدوم واقعا میره به یه ور دیگه. ولی آیا مثلا ما میایم به هم دیگه بگیم تو پس موضوعی؟ خب بابا هر کی میتونه راجع به یه چیزی اصلا فرض بگیره من نظرم با شما مخالفه توی هر چیزی، آیا دلیل میشه حتما که هر نفر مثلا یه مهره نمیدونم خیلی مشکوک و خیلی مثلا نفوذی و فلان باشه؟ آخه اصلا یعنی چی؟ چرا انقدر توهم توطئه داریم؟ من آیا غیر از این بوده که با یه دونه گوشی موبایل با یه نوری که از پنجره میومد شروع کردم این کارو؟ من اگر قرار بود فقط معروف بشم که شماها رو از راه بدر کنم و اهداف شوم یه سری آدمو ببرم جلو، خب چرا اینقدر خودمو کشتم؟ چرا اینقدر زحمت کشیدم؟ میتونستم بیام لخت شم، بیام دیوونه بازی درارم، بیام خیلی کارهایی که مردم میکنن یه شب معروف میشن و منم انجام بدم، یهو معروف شم بعد شروع کنم اون اهدافی که به من از بالا دستور میدن انجام بدم. من این کارو کردم بخاطر اینکه عشق من این کار بود، لذت میبردم از این کار، هنوزم لذت میبرم. با یه دونه موبایل و یه دونه پنجره و یه دونه کانال تلگرام شروع کردم بخاطر اینکه دوست داشتم میکاپ بکنم، دوست داشتم میکاپ رو آموزش بدم. آیا شماهایی که از اول با من بودین ندیدین عشق منو به این کار؟ بعد چه جوری میشه که مثلا من یهویی حالا که بزرگ شدم، حالا که فالوور زیادی دارم، شدم مزدور فلان جا؟ خب من اگه اینجوری بودم که الان من هر ماه میمدم ایران، چطوری میشه که الان من میترسم دیگه نمیام؟ ولی نمیخوام یه کاری بکنم که دیگه واقعا هیچ وقت دیگه نتونم پامو بذارم ایران، به خاطر اینکه دیگه مطمئنم. الان فقط میترسم ولی نمیخوام یه کاری بکنم که مطمئن بشم که وقتی پام رسید اونجا پامو قلم میکنم من تو گونی میبرن. فکر نمیکنم این خیلی چیز درخواست یا مثلا خواسته عجیب غریبی باشه برای یک آدم. من گناه نکردم که حالا مثلا اومدم اینجا میکاپ کردم شما خوشتون اومده، یا از زندگیم گذاشتم چیز خنده‌دار گفتم شما خوشتون اومده منو فالو کردین الان منو میشناسن همه، که حالا باید زندگیم و خانوادم و آیندم و همه رو مثلا بریزم ریسک کنم. نمی کنم این کارو. حالا شما اگه فکر میکنین من خودخواهم، اگر شما فکر میکنین که ما تو رو به اینجا رسوندیم تو الان غلط میکنی این کارو نمیکنی، من متاسفم. اگر شما منو به خاطر میکاپ، به خاطر اینکه خندیدین، به خاطر اینکه سرگرم شدین، به خاطر هر چیزی اینطوری فالو کردین، پس به خاطر همین چیزا، به خاطر حرفای روزمره که با هم میزدین، به خاطر خاطراتی که من تعریف میکردم، به خاطر چیزایی که به ذهنم میرسید که مثلا به چیز خودم فرهنگ سازی میومدم میگفتم، به خاطر این چیزا که منو فالو کردین، این اتفاق قرار تو این پیج بیفته. ولی اگه شما منو با این چیزا فالو کردین، حالا از من یه انتظار دیگه ای دارین، اون انتظار شماست که نابجاست. در نتیجه نشینین به من برچسب بزنین، به من هی بگین تو اینی اونی. ولی چیزی که من خودم فکر میکنم که داره اتفاق میفته اینه که یه سری ها خب از رو نادونی یه سری حرف رو میزنن که خب مشخصه دیگه برای چیه، ولی من حس میکنم که الان با این موجی که اتفاق افتاد یه سری ها انگار که حرصشون در میاد از اینکه تو با این قدرتی که توی سوشال مدیا واسه خودت درست کردی چرا تو تیم ما بازی نمی کنی؟ چرا حرفی که ما میخوایم و نمیزنی؟ بعد میگن اه نمیزنی پس ما هم دهنتو صاف میکنیم. این درست نیست آقا جان. من واسه این پلتفرمی که واسه خودم درست کردم به شما بدهکار که نیستم. من زحمت کشیدم. من توی این 5 سالی که اگه دارم کار میکنم حداقل 2.5 سال من شبا نخوابیدم. خب اینجوری نیست که مثلا همه یه چیزای پشت صحنه رو من به شما نشون داده باشم، یا همه زحمتایی که مگه فکر می‌کنین آسونه؟ اصلا آسون باشه؟ آقا من این پلتفرم رو برای خودم درست کردم برای اینکه کاری رو که دوست دارم بکنم، میکاپ کنم، حرف بزنیم، بریم خرید، این کارا رو بکنیم، فلان کنیم، برای این درست کردم. حرفای متفرقه بزنیم، یه موقعی چرت و پرت بگیم دوره هم. من این پلتفرم رو برای خودم درست کردم که توش این کارایی رو بکنم که خودم ازشون لذت می‌برم و دوست دارم انجام بدم. شما اگر فکر میکنی که حرف دیگه ای دوست داری زده بشه، دوست داری از پلتفرم بزرگ حرف دیگه ای زده بشه، بسم الله پاشو
پلتفرمتو درست کن به این بزرگی، اگر میتونی هر کاری دوست داری توش بکن. اگه من اومدم به تو گفتم تو چرا داری از پلتفرمت اینطوری استفاده میکنی، چرا من حرفی که من دلم میخواد تو پلتفرمت نمیزدی، به خدا من نمیام همچی حرفی رو به تو بزنم. در نتیجه به این گوناگونی و به این تفاوت ها احترام بذارین. ببین بگین بذارین هر کسی اون پلتفرمی رو که برای خودش درست کرده اونجوری که دوست داره ازش استفاده کنه. تو اگه میتونی پاشو برو یه دونه برای خودت درست کن، اون کاری که خودت دوست داری توش انجام بده. پس آزادی بیان یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان من حرفی رو که دلم میخواد بتونم بزنم، حرفی رو که دلم نمیخواد نزنم، کسی منو مجبور نکنه، هزار تا برچسب و هزار تا چیز به من نزنه. من اول از همه توی دنیا هر کسی به فکر خودش. حالا تو شما میگین به فکر منافع شخصی، مگه شماها به فکر غیر چیزی هستین؟ به چی میگن غیر چیزی؟ غیر از منافع شخصیه. مگه اگه همه به فکر منافع بقیه بودن که الان ایران این نبود؟ اگه توی خونه هاتون نشستین از ترس جون خودتونه دیگه، مگه غیر از اینه؟ حالا چطور من که الان این وسط از ترس جون خودم نمیخوام یه کاری بکنم شدم جون دوز، شدم خودخواه؟ نمیشه که. آها خیلی هم یه چیز دیگه هم که راجع به من گفته میشه که من خیلی ناراحت میشم به خاطرش، اینه که میگن که آره نمیدونم مردم توی چیزن تو راجع بهش هیچ حرفی نمیزه. آقا جان من اولین کسی که وقتی زلزله میاد حال مردم میپرسه منم. اصلا دیگه یه چیزم خنده‌داری شده بود توی پیج که میگفتین تو از خبرگزاریای خود زلزله نگاری هم تو زودتر میفهمی وقتی زلزله میاد، بخاطر اینکه اگر من باشم توی اینستاگرام و هم موقع یه زلزله میاد میاد به من میگی، من سری میپرسم آقا خوبی این، اوکی این، چطوری این، نمیدونم ارومیه بیوتی یا خوبی این، ساری بیوتی خوب، دیگه خودتون که دیدین این چیزا رو، نمیدونم هر جایی آخه ببین یه سری چیزا هست که واقعا آدم اگه بخواد خیلی هی بگه اصلا یعنی گفتن نداره. چرا من فلان موقع فلان کار کردم، یعنی اینا رو همه رو من میتونم براتون در بیارم تو استوری از تو آرشیو، ولی اصلا واقعا خودم مثلا خجالت میکشم که بشینم بگم در فلان موقع در فلان تاریخ یادتون نیست من بهتون گفتم فلان جا آتیش سوزی شده بود، فلان جا سیل اومده بود، فلان جا نمیدونم زلزله اومده بود، من پرسیدم حالتونو، من استوری گذاشتم. آخه خب بابا جان، خب من اونو به خاطر اینکه دغدغه خودم گذاشتم، نه به خاطر اینکه شو آف کنم بگم من خیلی آدمه مثلا به فکری هستم فلان، این کارو نکنم. الان نمیخوام اینو بگم، ولی میگم بی انصافیه که شما میشینین و این حرفا رو از خودتون در میارین فقط به خاطر اینکه بخواین یه نفر رو خراب کنین. اگر میخواین یه نفر رو خراب کنین حداقل یه چیز درست حسابی پیدا کنین خراب کنین، یه دروغ از من در بیارین، دروغ واقعی در بیارین، بگین آقا فلانی تو فلانجا دروغ گفتی، دروغ نگو، اون وقت من میتونم بیام به شما جواب بدم که آقا بله من دروغ گفتم، مگه من خیر من دروغ نگفتم. ولی چرت و پرت از خودتون در نیارین، واقعا بی انصافیه. حالا اونم کاری ندارم. بعد راجع به بریم سر قضیه این جایزه‌ای که این ایونتی که توی کن بود که اون اصلا با تمام این چیزا رو باعث شد که آتی، یعنی انگار که چی میگن خاکستری بود که زیرش آتیش بود تازه فوران شد و این شروعش بود که انقدر همه چی به هم بریزه. قضیه چی بود؟ من اینا رو البته توی استوری هم گفتم چون تازه هم هست، ممکنه خیلیاتون هم یادتون باشه، ولی خب دوباره هم اینجا میگم، دوباره هم اینجا براتون میذارم که همتون ببینید. این ایونتی که توی کن برگزار شد، اولا که بهتون میگم کن یه شهره، خب هنوز که هنوز الان تا همین قبل از اینکه من استوریو شروع کنم من میرم توی دایرکتم و میبینم که هنوز داریم به من میگین که خاک تو سرت که تو دروغ گفتی، کن که شهر نیست، تو اومدی کن است فستیوال فیلمه و تو اومدی الکی دروغ گفتی که من جایزه کن رو بردم. دوستان عزیز کن یه شهره، خب این نقشه، این فرانسه، اینم کن که یک شهریه در جنوب فرانسه. ما رفتیم کن، ما در رفتیم اونجا در موناکو موندیم، موناکو تا کن 1 ساعت خورده بیشتر راه نیست. برای اون ایونت رفتیم کن که یک شهره و برگشتیم رفتیم موناکو. چرا تو گفتی کن؟ اون عکسی که من پست کردم، خب شما خودتون نگاه کنید بدون اینکه هیچ پیش‌فرض قبلی اصلا از من تو ذهن خودتون داشته باشین چی می‌بینین؟ اولین چیز بعد از اینکه منو می‌بینین اگر عکسو نگاه کنین، منو میبینین یه چیزی تو دستمه، بعد گنده پشت سر من نوشته شده ویبا. خب آیا من اومدم مثلا اونو خط زدم بعد عوضش کردم، مثلا اونو خط زدم نوشتم کن فیلم فستیوال؟ آیا شما نمیبینین اینو که به این گندگی اینجا نوشته شده؟
من نمیفهمم چه دروغی گفته شده. بعد زیرش نوشتم این جانب جایزه بیوتی اینفلوئنسر 2021 کن رو بردم. یک دونه ایونت برای اینفلوئنسر رو توی کن برگزار میشد، اونم این ایونت بود و من جایزه بیوتی اینفلوئنسرش رو بردم. خب حالا من نمیدونم واقعا که این کجاش مثلا شما رو به اشتباه انداخته. میگم اگر من میمدم اون زیبا به اون بزرگی رو که توی خود عکس هست که آدم اولین چیزی که میبینه اول عکس بعد میره کپشن میخونه، اونو برمیداشتم مثلا یه جوری مینداختم که اون نمیافتاد، میومدم مثلا لوگوی کن فیلم فستیوال رو اصلا میذاشتم فلان، حرف شما درست بود. ولی این توی این عکس به این گندگی هست. من پیج خود این جایزه، این ایونت جایزه رو من تگ کردم. چه جوری میشه؟ خب من اگه اینجوری بود از اول تمام اینا رو پاک میکردم، اونو مینوشتم، اون وقت حرف شما قبول میگفتین، ما رو به اشتباه انداختین. ولی شما، شاید شما اشتباه از شما بوده که کنو همیشه وصلش میکنین به فیلم فستیوال. کن یه شهره، اینم که اینجا به این گندگی نوشته ویبا World Influencer and Blogger Awards، خب اسمش روشه دیگه سر این. حالا این اصلا چی شد که انقدر داستان شد؟ یه نفر اومد گفتش که آره اصلا من در واقع این جایزه رو برده بودم و چون من نتونستم ویزا بگیرم اومدن جایزه رو دادن به یه نفر دیگه. اولا که حالا سوالی که من هیچ کسی رو اینجا متهم به دروغگویی نمی کنم، ولی میخوام اینو آنالیز کنیم با هم دیگه که ببینیم واقعا شاید چه اتفاقی افتاده این وسط. کدوم شما چیزی رو دیدین، اوارد شوی رو دیدین که بیاد مثلا 3 ماه قبل از اینکه برنامه انجام بشه برنده ها رو اعلام کنه؟ مثلا این میمونه که خود همون کن فیلم فستیوال یا اسکار یا حالا هر چیز دیگه‌ای که توش جایزه داده میشه بیا مثلا 3 ماه پیش به برنده ها اعلام کنن. من همچین چیزی رو ندیدم و من که دارم توی این اینداستری کار میکنم و دارم میبینم همچین چیزی اصلا مرسوم نیست. خب ولی اتفاقی که با من افتاد با همین عوامل این چی میگن این برنامه‌ای که برگزار شد این بود که یادتونه من اومدم بهتون گفتم ما قراره بریم کن، شاید گفتم فرانسه، چون کن تو فرانسه است ولی موناکو خودش یه کشور دیگه است که اون بغله و چیز خودشو داره، قوانین خودشو داره. گفتم ما قراره از ترکیه بریم اونجا و اون موقع که من این استوری رو گذاشتم ترکیه توی زون نارنجی بود برای کووید و فرانسه از زون نارنجی اگه میخواستی بری از جایی که زون نارنجی بود میخواستی بری فرانسه باید نمیدونم 10-12 روز چقدر قرنطینه میشدی، حتی اگه واکسن زده بودی و حتی اگه تست میدادی. و من بهتون گفتم که چیکار ما میتونیم بکنیم، به خاطر اینکه برنامه‌ایه که ما باید بریم اونجا و ما نمیتونیم، به خاطر اینکه ما مثلا 3 روز قبلش ترکیه ایم، ما که بریم بخوایم 10 روز اونجا قرنطینه بشیم اون داستان تموم شده رفته. و میخواستم ببینم مثلا آیا راهی داره که بریم یه کشوری که سبز از اونجا بریم یا مثلا از اینجور حرفا. ترکیه زون قرمز بود. قرمز بود؟ بعد نارنجی شد. نارنجی اوکیه. آره شایدم قرمز بود. یادم نیست. حالا میتونه آدم بره واقعا از تاریخ اینا رو نگاه کنه. به هر حال موقع شرایطی بود ترکیه قرمز بود که نمیشد بری، که من گفتم ما بریم مثلا یه جای دیگه بعد بریم فلان، که تا چیزش شد، تا دیگه نوبتش، یعنی تا تاریخش رسید، ترکیه از زون قرمز در اومد، فکر کنم رفت تو نارنجی که دیگه فقط با یه تست و با واکسن راه میدادن. این موقعی که این اتفاق افتاد، یعنی هنوز ترکیه توی چیز قرمز بود، من به این ایونت گفتم که آقا جان اینجوریه، ما چون قبلش ترکیه از آمریکا میتونستیم بریم ولی ما ترکیه‌مون هم نمیتونستیم نریم. گفتم چون من اون موقع ترکیه هستم و جریان اینه، من واقعا نمیدونم بعد چی کار کنم، قرنطینه فلان. به من چی گفتن؟ گفتن ما میتونیم برای یه نامه درست کنیم و بگیم که تو میای موناکو میمونی که تو بتونی بیای فرودگاه نیس که توی فرانسه است بغل کن پیاده شی و بیای موناکو با ماشین، بخاطر اینکه موناکو که خودش فرودگاه نداره که به هر حال باید وارد فرانسه شی اول بعد بری موناکو. گفت اینجوری اگه باشه تو فرودگاه فرانسه تو رو راه میدن، به خاطر اینکه موناکو الان قرنطینه نمیخواد با اینکه مثلا ترکیه قرمزه، ما میتونیم این نامه رو برای تو درست کنیم که تو بتونی تو فرودگاه نشون بدی، که بعد که دیگه چیزش تایم شد به اون نامه هم احتیاجی نشد به خاطر اینکه ترکیه از قرمز در اومد رفت نارنجی ما می. حالا من چیزی که حدس میزنم اتفاقی که افتاده اینه که برای اون اینفلوئنسر عزیزی که میخواسته بیا توی این ایونت و نتونسته ویزا بگیره، چون اگر اشتباه نکنم تاریخ اون نامه‌ای که گذاشته بود که این ایونت برای سفارت نوشته بودن و برش فرستاده بودن بعد از این بود که سفارت ویزاشو ریجکت کرده بود، خب
چون اگه قرار باشه که تو از اول بدونی و این نامه رو اول به تو دادن بعد تو رفتی واسه ویزا اقدام کردی که پس ویز تاریخ اون نامه‌ای که ایونت داده بعد قبل از ویزا گرفتنت باشه، ولی تاریخ اون نامه بعد از ویزا ریجکت شدن تو بود. چرا؟ به خاطر اینکه ویزای تو ریجکت شد و اینا گفتن اوکی چیکار کنیم چیکار نکنیم، برای اینکه تو بتونی توی این ایونت بیای ما میشینیم یه نامه مینویسیم میگیم که تو حتما باید توی این ایونت حضور داشته باشی اگه بخوای جایزه بگیری، و اینو میدیم به سفارت که احتمالاً سفارت اونم ریجکت کرده، وگرنه نوشدارو که بعد مرگ سهراب که فایده نداره که، اینا احتمالاً میخواستن اون ویزا رو ریورس کنن. و اینو من از روی تجربه شخصیم دارم بهتون میگم که اون نامه که مشخص بود که اون حالا منظوری که توی اون نامه نوشته شده بود این بود که شما اگر جایزه، چون اینو به منم گفتن، برای همین اینو دارم میگم میدونم منظور چی بود، به خاطر اینکه اینو به منم گفتن که اگر بخوای جایزه تو بگیری، جایزه فیزیکی رو اگه بخوای بگیری، اگر برنده بشی باید اینجا حضور داشته باشی. شاید نمیخواستن جایزه رو بفرستن و فلان و این حرفا. توی اون نامه نوشته بودن که اگر شما برنده بشی باید پاشی بیای اینجا، که این اتفاق افتاد دیگه. ولی خیلی اون جمله رو بد نوشته بودن، اونم دلیلش اینه که باز میگم چون من باهاشون حرف زدم و سر همین جریان نامه که خودشون میخواستن برای من بنویسن و حالا نمیخواست و فلان، این حرفا متوجه شدم که اینا به خاطر اینکه مثل ما انگلیسی زبون دومشونه خیلی وقتا میسری چیزای گرامری و این چیزا رو غلط غلط مینویسن. خیلی عادیه توی اون نامه شما اگه بگی اون جمله رو به آدم انگلیسی زبان نشون بدی میتونه به شما بگه که این نامه اصلا اون جمله غلطه از نظر چیزی، شما نمیتونی، همچین چیزی وجود نداره. ولی من دارم به شما میگم که اون کسایی که اونجا بودن، حالا خودشون فیلم گرفتن اون ایونت، حتما فیلماشو بعدن میذارن، 200 نفر توی اون ایونت بودن و همشون دیدن که خیلی ها بودن که توی اون ایونت نتونسته بودن به خاطر کرونا و حضور نداشتن، ولی اسمشون رو به عنوان برنده خوندن. حالا من نمیدونم، شاید هم جایزه هاشون رو براشون نفرستادن، ولی اینجوری نبود که بگن اوکی پس چون که فلانی نتونسته بیاد پس هم واسه این برنده جایگزین پیدا میکنیم و مثلا فلانی رو، اینجوری نبود. من دیدم فیلماشون هم که بیاد بیرون خودتون میتونید ببینید که باز در یه بار هزاران به شما ثابت بشه که من دروغ نمیگم. ولی میگم من به اون شخص خورده‌ای نمیگیرم، به خاطر اینکه خب به هر حال ما انگلیسیمون پرفکت نیست و ممکنه که یه چیزی، یه جمله‌ای هم که اون خود جمله هم ایراد داره اشتباه بخونیم، اشتباه برداشت کنیم، و خب یه چیزیه که آدم ذوق داره براش. خیلی منم بودم هرسم در میومد که مثلا یه نفر دیگه رفته، اگر فکر میکردم که من برنده بودم، یعنی سوء تفاهم شده بوده بین من و اون نامه و من فکر میکردم برنده شدم، یا هم دیدم اه فلانی رفته برنده شده و فکر میکردم جایزه منو گرفته، من اگه بودم هیچی نمیگفتم، به خاطر اینکه به نظر من خیلی حرکت چیپی بود، خیلی حرکت زشتی بود، و من هر چقدرم ناراحت میشدم اگر من بودم نمیومدم چیزی بگم، به خاطر اینکه به هر حال هر اتفاقی که افتاده اون جایزه الان دست این نفر دیگه است و چرا من باید بیام اینو براش خراب کنم؟ حالا به هر علتی من نتونستم برم یا چیزی، تا گارانتی هم نبوده که اصلا من برنده بشم اگر برم، ولی خب من نمیمدم واقعا این حرف رو بگم. ولی خب به هر حال یه موقعی هم به آدم انقدر فشار میاد که دست خودش نیست، میاد یه چیزی میگه فقط برای اینکه بخواد یکم خودشو آروم‌تر کنه. این از این قسمت قضیه. بعد یهوی این چیزش بود، شروعش بود، بعد اومد یهوی یه چیزی را افتاد که این جایزه که اصلا پولی بوده، این که اصلا به هر کی که اونجا بوده این جایزه رو دادن، اینجوری نبوده که بخوان انتخاب کنن، نمیدونم این حرفا. من باز توی استوری براتون گذاشتم، اینجا هم براتون میذارم، نشم روشن کنم که اینجا خیلی تاریکه. آقا که بگم بهتون چی بود جریان دیشب، هنوز یادم میاد تو ذوق میکنم. جریان این بود که اول بهتون میگم چرا من تا همون دیشب نیومدم به شما زودترش بگم، چون من از اون آدمایی ام که آلو تو دهنم خیس نمیشه و هر چی که میشه سری دوست دارم بیام بهتون بگم، مگر اینکه مود میز جشنواره فیلم کن میز بعد یه سری ها فکر کنن که الکی بود، برای همین نیومدم بگم. تو اصلا بعد از اینکه دیگه جایزه ها رو دادن و فلان و اینا، جریان این بود که این یک مراسمیه که توی کن برگزار میشه هر سال، جشنواره فیلم کن نیست، اصلا ربطی نداره، یعنی منم تو اون چیزی که نوشته بودم جشنواره من نگفتم، میدونم چرا خیلی اشتباه گرفته بودن که فکر کردن این مال جشنواره فیلم کنه، ولی مراسم اسمش هست ویوا World Influencer and Blogger Awards که کن برگزار میشه هر سال و توی هر کاتگوری مثلا به یه اینفلوئنسر جایزه میده. توی کاتگوری بیوتی فقط یه نفر بود که خب اونم من بودم. بعد دیگه براتون بگم که این چون مثلا اینو چند ماه پیش منو دعوت کرد
گفته بودن نامزد شدی، من دیگه گفتم هیچی نگم، حالا یه چیز جالب براتون بگم. جالب ترین قسمت قضیه اینه که دو سال پیش، یعنی 2018 هم که فکر کنم اولین باری که بود که این چیز برگزار می‌شدم، منو باز دعوت کردن، منو نامزد کردن. من از ترس این که جایزه رو نبرم نرفتم، یعنی انقدر گفتم وای نکنه بیارم مثلا نبرم زایشه و فلان این حرفا، در صورتی که مغز عقلم نرسید که خب حالا مثلا که چی، حالا همینم که آدم نامزد زد بشه خودش کلیه، ولی گفتم که نه این دفعه رو میرم و اصلا این حرفا نیست، فوقش نمیبرم، ولی مثلا اتفاقی نمیفته که واقعا وقتی اسممو گفت سورپرایز شدم، انتظارشو نداشتم دیگه. برای همینم اصلا هیچی آماده نکرده بودم که بگم اون بالا، اول گفتم اوه خدای چی بگم، فقط دو تا چیز ذهنم رسید تو کل چیزای دنیا، یکی بچه بیوتیا رو که گفتم حتما باید اسمشون رو بگم و ازشون تشکر کنم، یکم علی رو. خب من این ایمیل رو پیدا کردم که البته توی استوری اشتباهی گفتم سال، گفتم دو سال پیش 2018 که البته 2019 بود که بهتون گفتم یه بار دیگه منو توی این ایونت دعوت کرده بودن و من نرفتم. این ایمیل دعوتنامه شونه که همینطوری که میتونین ببینین هم تاریخ داره، هم ایمیلش همون ایمیله و نوشته که ما شما رو برای Best Beauty Blogger کاتگوری، یعنی برای بهترین بیوتی بلاگر نامزد کردیم و این ایونت 24 می 2019 توی کن برگزار میشه که اولین باری هم هست که اینو داریم برگزار میکنیم و حالا بقیه ایمیل هم که خودتون میتونین بخونین. این مال اون موقع بود که من بهتون گفتم من اینو نرفتم به خاطر اینکه ترسیدم نکنه برنده نشم، که حالا اون فکری بود که من اون موقع کردم. این یکی ایمیلیه که امسال فرستادن و من اینو میخوام اینجا بگم که حالا من در ادامه این ویدیو توضیح میدم که اصلا اگر کسی بخواد خودش بره اپلای بکنه چجوریه، چه کسایی باید پول بدن چه کسایی نباید پول بدن، ولی به هر حال من خودم نه اپلای کردم نرفتم تو سایتشون ثبت نام کردم، با اینکه هیچ اشکالی هم نداره، روال کاریشون اینجوریه، ولی حالا استثناءن هم برای سال 2019 که ایمیلشو میبینین هم برای سال 2021 که امسال بود خودشون به من ایمیل زدن و خودشون از من دعوت کردن و خودشون گفتن که ما شما رو نامزد کردیم، یعنی شما رو به عنوان نامزد انتخاب کردن و اگر بخوای جایزه رو بگیری باید اینجا شخصا حضور داشته باشی. لطفا کانفرم کن که میای، که من وقتی که کانفرم کردم بعد 10 جون این چیز رسمی رو برای من فرستادن که میبینید دیگه خودتون، دعوتنامه رسمیه و حالا من الان بهتون میگم که این جریان اون 20 یورو 30 یورویی که میگفتن چی بوده. اولا که شما هر مراسم اینطوری، خود فستیوال فیلم کن، همون فستیوال فیلم کن، اسکار، هر کدوم از اینا اگه شما بخواید برین شرکت بکنید و اثر هنری شما، فیلم شما بررسی بشه، شما باید یه دونه اپلیکیشن فی بدین. شما اگه بخواید برین دانشگاه استنفورد، دانشگاه آکسفورد، دیگه تمام دانشگاه‌های معروف دنیا بخواید برین پذیرش بگیرین، باید یه اپلیکیشن فی بدین. یه کارمزد اینو بدین که اپلیکیشن شما رو بررسی بکنن. خیلی چیز عادیه. درسته که توی ایران خیلی چیزا ممکنه واسه ما مثلا روتین نباشه به خاطر اینکه خیلی اتفاق نمیفته، ولی خب چیزایی که هست و خب چیزایی هم که ممکنه خیلی راجبش صحبت نمی‌کنن، ولی خوبه که بدونین که اینی که یه چیزی مثلا شما پولی براش پرداخت کنی که اپلیکیشن تو رو ریویو بکنن، این چیز بعدی خیلی چیز عادیه، خیلی چیز عادیه. شما میتونید برید تو سایتشون ببینید، شما موقعی که میخوای بری ثبت نام کنی به عنوان اینفلوئنسر که آیا ببینید نامزد جایزه شما رو میکنن یا نمیکنن، شما باید بری و بگی که اونجا چیز داره، چند تا چیز داره که چند تا فالوور داری، انتخاب میکنی که توی کدوم بازه هستی. اگر زیر 500 هزار تا فالوور داشته باشی یه اپلیکیشن فی آخر سر باید بدی که فکر میکنم 20 یورو 30 یورو یه همچین چیزیه، ولی اگر از 500 هزار تا فالوور بیشتر داشته باشی هیچ پولی از شما نمیگیرن. حالا من نه اپلای کردم اینو، استثنا ناسا رو اپلای کردم، میگم هیچ چیزی برام نداره، ولی اینو من اپلای نکردم به خاطر اینکه اینا خودشون به من ایمیل دادن، منو از قبل میشناختن از چیزی که دو سال پیش خودشون داشتن و به من ایمیل دادن، گفتن که ما میخوایم شما رو نامزد جایزه بکنیم و همین. به هر حال اگر من اونام خودشون ایمیل نمیدادن، من خودم هم میرفتم ثبت نام میکردم، هیچ فرقی نداشت. من نباید به خاطر اینکه 500 هزار تا بیشتر فالوور داشتم پولی میدادم و اینجوری هم نبود که به هر کسی که
اپلای کرده جایزه بدن. اون چیزی که خود برگزار کننده توی مجله فوربز فرانسه راجبش صحبت کرد و نوشت، گفت 5000 نفر ما اپلیکیشن گرفتیم، 5000 تا اینفلوئنسر ثبت نام کردن و از هر کاتگوری ما به یک نفر جایزه دادیم. کلن یه دونه کاتگوری فقط واسه بیوتی اینفلوئنسر بیشتر نداشتن که اونم خب من برنده شدم. خیلی خوشحالم که برنده شدم، خیلی افتخار میکنم که برنده شدم، به خاطر اینکه من که نمیدونم توی اون 5000 نفر چند نفرشون برای بیوتی بودن، اصلا کیا بودن، ولی اصلا هر چیز من خیلی خوشحال شدم از اینکه برنده شدم و خیلی افتخار کردم به خودم و چیز کمی نیست. حالا شاید شما خیلی دلتون بخواد، بعضیاتون میگم شما، منظورم اصلا به همه نیست، روی صحبتم به همون کسایی که خوشون میدونن، شاید شما خیلی دلتون بخواد که مثلا با کوچیک جلوه دادن یه چیزی خودتون رو بزرگ کنین، ولی بدونین این اتفاق نمیفته. و نمیدونم چی بگم. آهان، اونم باز من چون که مثلا یکی دو روز بعدش که فوربز فرانسه، چون فوربز فرانسه هم یه چیز خیلی معتبریه، یعنی مثل فوربز فرانسه هم یه چیز مثلا هارپرز بازار و هارپرز بازار عربیا، هارپرز بازار راشا، اینا همه در یک سطح معتبرن، مثل ووگ فرانسه، ووگ آمریکا، ووگ نمیدونم عربیا، ووگ هر جایی که شما بگی، ووگ برزیل، اینا همه در یک سطح چیزن، چی میگن، معتبرن. ولی بازم برای این که کسایی هم که گفتن نه بابا اینو باز یه نفر آدم متفرقه داشته از بغل فوربز فرانسه رد می شده راجع به این ایونت چیزی گذاشته، همین چند روز پیش همون فوربز به قول شماها اصلی، forbes.com، این ایونت رو پوشش داد، راجع بهش نوشت و اگر برین پایین اینم براتون میذارم، لینکش هم اگر خواستین توی استوری براتون میذارم، که منم نوشته که ایشون هم برنده این کاتگوری از بیوتی شده و راجب کل ایونت هم توضیح داده، اگر دوست داشتین میتونین برین بخونین. و دیگه همین. و مسئله آخر، ببخشید اگر این ویدیو خیلی طولانی شد، ولی خب یه سری حرفا رو بعد میزدم دیگه، امیدوارم که دارین نگاه میکنین هنوز تا اینجا، اگر تا اینجا دارین نگاه میکنین بکشین. ولی راجب ریپورت شدن بعضی پیجا و بعضی پستا و استوریایی بود که یه سری توی پیجاشون گذاشته بودن، من اگر که پستی بوده که به من توهین کرده، خب اگر کسی اومده گفته که نه این راجب اینو 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 دروغ گفته، من اصلا نمیرم ریپورت میکنم، نه کاری دارم، به خاطر اینکه اتفاقا معتقدم هنوز که اینجور چیزا باعث پیشرفت آدم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کسایی که اون پستا رو دیدن و الان توی پیج من هستن و فهمیدن که تمام اون چیزایی که راجع به من گفته بودن دروغ بود و من دارم راست میگم، اینجا میمونن و منو ساپورت میکنن و روسیاهیش میمونه برای کسایی که نشستن این چیزا رو راجع به من گفتن، برای اینه که میگم به پیشرفت آدم کمک میکنه. من اونا رو نه ریپورت کردم نه هیچ چیزی، ولی اگر کسی اومد به من توهین کرد، به من فوش داد، من ریپورت کردم. ولی اینو به شما بگم، به من گفتین که نمیدونم پستای راجب خوزستان یه نفر اومده یه چیزی نوشته تو رفتی ریپورت کردی، من دیوونم اصلا نمیدونم چجوری اینو مثلا بعد گفت من مثلا برم پستای خوزستان، حالا اصلا بگی من ریپورت کنم، اینستاگرام میاد پاک میکنه به خاطر ریپورت من اگر چیز مثلا نامربوطی توش نوشته نشده باشه، من که نمیدونم پستو که من ندیدم که چی بوده، چی نوشته بوده، چی نوشته نشده بوده. بعد اون شخص اومده گفته که من رفتم تو اینستاگرام آشنا پیدا کردم و اومدن لیست کسایی که ریپورت کردن رو به من دادن. شما اگر انقدر نفوذی داری توی اینستاگرام که میاد لیست ریپورت کرده کسایی که شما رو ریپورت کردن رو به شما داده، که اولین چیز و بزرگترین چیز غیرقانونی که در اینستاگرام میتونه اتفاق بیفته، به خاطر اینکه پرایوسی یوزرها بزرگترین چیز و مهمترین چیز واسه اینستاگرام و فیسبوکه و هیچ وقت نمیاد به خاطر یه کاربر معمولی مثل من و شما و اون کسی که این حرفو زده بیاد این قانون به این مهمی، چون خیلی تبعات داره، میلیون ها دلار میشه اینستاگرامو اگر این کارو بکنه سو کرد و پدرشون رو در آورد و اون کسی که این کارو میکنه میدونه که قطعا شغلشو از دست میده و کسی که توی اینستاگرام شغل داره و توی اینستاگرام داره کار میکنه هیچ وقت نمیاد این موقعیتشو به خاطر یه نفر، یکی مثل من، یکی مثل مثلا یه شخص دیگه، یه خبرنگار، یه آدم عادی بیاد به خطر بندازه که چی بشه.
اصلا برایش نمیارزه که بخواد بیاد این کارو بکنه و مثلا لیست ریپورت ها رو بده. بخاطر این شما حتی اگر داری میری نفر ریپورت کنی دیدی نوشته به صورت ناشناس شما ریپورت میکنی و اطلاعات شما هیچ وقت درس پیدا نخواهد کرد. وقتی اینستاگرام بیاد بگه ای عباس آقا تو اومدی میخوای لیستای کسایی که ریپورت کرد، به خاطر اینکه این یه چیزیه که میتونه خطر جانی داشته باشه واسه کسایی که ریپورت میکنن. ممکنه اون آدم آدم عقده‌ای باشه، فردا بره با چاقو در خونه یارو بگه ای منو ریپورت کردی، حالا پدرتو در میارم. هیچ وقت نمیاد این کار بکنه. ما فرض میکنیم که یک آدمی انقدر خرش میره، انقدر نفوذی داره توی اینستاگرام که اون آدم حاضر اینجوری شغلشو به خطر بندازه، موقعیتشو به خطر بندازه و بیاد لیستو به شما بده. چرا این کارو بکنه؟ اگه میگی پست شما که برای خوزستان بوده به چیز بی انصافی ریپورت شده و پاک شده و نباید میشده، کار نداره. اون آدم میتونه با یه دکمه اون پست شما رو برگردونه. احتیاجی به این همه ریسک کردن نداره. هیچ ریسکی هم اونجوری برای شغلش نداره. چرا؟ به خاطر اینکه کار غیر قانونی نمیکنه. مگه نمیگی به اشتباه ریپورت شده، چیز بدی توش نبوده؟ میگم من ندیدم که چی بوده اون پستی که میگن برای خوزستان بوده ریپورت شده. ولی اگر اشتباه شده و ریپورت شده و مثلا ربات اشتباه کرده به خاطر ریپورت هایی که شده اونو پاکش کرده، کاری نداره. اون آدم میتونه بره خودش مانیوالی چک کنه، بگه که اوکی نه، چون اتفاق برای من افتاده، بره چک کنه بگه نه چیز بدی ننوشته بودی، دینگ پست برمیگرده. هیچ تبعاتی هم برای اون آدم نداره، به خاطر اینکه کار غیرقانونی نمیکنه. من خودم یه بار یه دونه استوری گذاشته بودم که یه ایرانی بود، یعنی چون یادتونه یه مدتی استوریای جوش فشار دادن و جوش ترکوندن و اینا میذاشتم، قرض دادم صدام گرفت، یه کلی از اینا گذاشتم و هی گفتیم و خندیدیم و اینا. بعد آخریش یه دونه بود که پسر ایرانی و دوستاش گیرش انداخته بودن، دمرو کرده بودنش، یه دونه جوش پشتش بود داشتن فشار میدادن. بعد من اینو گذاشته بودم، نوشته بودم که او این یکی ایرانیه، دوستاش دارن پدرشو در میارن، خدا به دادش برسه. یه همچین چیزی رو من نوشته بودم که ظرف 5 دقیقه این چیزا من ریپورت شد و پاک شد استوری من. بعد من اومدم توی استوری گذاشتم که بابا این چیزی نبود که آخه بخواد ریپورت بشه پاک بشه، این چیز بدی نداشت. یک ایرانی که توی اینستاگرام کار میکرد از بچه بیوتیا به من چیز داد، گفتش که بذار من برم نگاه کنم ببینم این برای چی ریپورت شده. بعد که رفت نگاه کرد دید نوشته که، یعنی چیزی که سیستم ترجمه کرد، چون اتوماتیک ریپورت اتوماتیک پاک شده بود به خاطر ریپورت ها، سیستم ترجمه کرده بود که اینو دارن شکنجهش میکنن و خدا، یعنی یه ترجمه قارش میشه یادم نیست که مثلا خدا هم درگیر و دین و مذهب هم درگیر شده بود. بعد چون گفته بودم ایرانی ریسیست بازی نجات پرستی هم شده بود، این دیگه به مثلا به هزار تا دلیل این چیزا منو پاک کرده بود که این رفته بود اونجا نوشته بود، ایمیل داده بود اینترنال و نوشته بود که بابا جان توی چیز فارسی این چیزایی که این نوشته نه به خدا و پیغمبر کاری داره، نه به نجات پرستی کاری داره، نه به اینکه اینا چگنجه دارن نمیکنن، اینا دارن جوش پشتشو فشار میدن دوستاش، اینا نوشته خدا به دادش برسه این ایرانی، اصلا هیچ کدوم از این چیزا که میگی نیست. ریویو کردن دیدن بله اشتباهی ریپورت شده، چیز من از جد و من در اومدم. خیلی راحت، نه اون آدم شغلشو ریسک کرد، نه اومد لیست به من بده که مثلا، چون اصلا دلیلی نداشت که این کارو بکنه. تازه من اصلا هیچ چیز نفوذی هم نبود، یعنی شما هر کسی اگه بشناسید تو اینستاگرام کار خیلی راحتی که میتونه برات انجام بده. و حالا اینی که شما میان میگین که این دیگه، من اینم براتون گفتم، امیدوارم که قانع شده باشین که کسی که میاد یه دروغ به این گندگی میگه، من هیچ حرف دیگه هم که میزنه من قبول نمی کنم. دیگه همین دیگه، من کل چیزایی که توی این لیستم نوشته بودم و راجبشون حرف زدم. امیدوارم که، میگم تا اینجای ویدیو رو نگاه کرده بودین، اصلا فکر نمی کردم که اینقدر طولانی بشه، اصلا نمیخواستم اینقدر طولانی باشه، به خاطر اینکه میخواستم یه جوری باشه که ببینین حتما. ولی حالا نمیدونم دیگه، امیدوارم که نگاه کنید. و فقط یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اصلا فرض کنیم که یه نفر دروغ میگه، دروغ میگن، آدم ها دروغ میگن، خود منم ممکنه موقع دروغ بگم، با اینکه تا حالا حداقلش اینه که وجدانم پیش خودم راحته که من تا حالا به شما هیچ چیزی رو دروغ نگفتم، چه راجبه کارهایی که کردم، چه راجبه برندهایی که باهاشون کار کردم، چه راجبه، یعنی تمام چیزی که اگر من اومدم راجبه یه پروداکتی حرف زدم گفتم این خوبه چون فکر میکردم اون خوبه، هیچ وقت خیالم پیش خودم خیلی راحته، خیالم پیش خودم خیلی، یعنی چی میگن، دلم صافه، وجدانم پیش خودم صافه، راحته که هیچ وقت به شماها دروغ نگفتم. ولی شما اینو از من قبول نکنین، ممکنه یه نفر تا حالا دروغ نگفته فردا دروغ بگه. ولی اگه من اومدم فردا به شما دروغ گفتم، بابا جان
اگه واقعا به این نتیجه رسیدین، به این باور رسیدین که نفر داره بهتون دروغ میگه، خب بابا فالوش نکنین. من نمیفهمم این چه چیزیه که مثلا شما، چون واقعا من سر این قضیه یه مدت اذیت شدم که شما باز میگم منظورم همتون نیست، مخاطبی خاصی دارم که دارم راجبشون حرف میزنم، شما اومدی روز اول فهمیدی که من دروغ گفتم به خاطر چیزایی که توی اینستاگرام پخش شده بود، به این نتیجه رسیدی با خودت که صدف دروغ گفته، اومدی به من توی دایرکت گفتی واقعا که از تو انتظار نداشتم دروغ بگی، من تو رو فالو میکردم فلان آنفالو. اوکی آنفالو کردی، دکمه آنفالو رو زدی رفتی، فرداش دوباره برگشتی به یه دونه استوری من دیگه که گذاشتم دروغگو دروغگو خجالت بکش فلان، تو مگه آنفالو نکردی اینجا چیکار میکنی هنوز؟ دوباره پس فرداش دوباره میاد خاک تو سرت واقعا، که چون اون آدم انتظار داشت موقعی که به من گفت آنفالو مثلا من یهو آتیش بگیرم پودرشم تموشم برم، بعد یهو دوباره فرداش اومدید این که هنوز سر جاشه من که آنفالوش کردم، این دروغگوی پس فطرت مثلا خاک تو سر چرا اینجا، پس بازم بهش فوش میدم، دوباره رفت دوباره فرداش اومد دوباره پس بابا جان وقتی یه نفر رو به این نتیجه میرسین که آنفالوش کنی، آنفالوش کنین برین دیگه، چرا هر روز میان دوباره تو پیجش خودتون اذیت میکنین؟ شما اگر محتوای نفر دوست ندارین، از قیافش خوشتون نمیاد، از صداش خوشتون نمیاد، نچسبه رو اعصابتون میره، چرا نگاش میکنین؟ دارین اول از همه به خودتون توهین میکنین، یعنی شما از اون تایمی که دارین برای اون آدم میذارین که هم اعصاب خودتون رو خورد کنین هم اعصاب اون رو خورد کنین، هیچ استفاده بهتری نمیتونستین بکنین از این تایم 24 ساعته روزتون؟ بهترین استفاده که از اون 5 دقیقه که گذاشتین برین تایپ کنین به این فوش بدین میتونستین بکنین این بود؟ خب آدم واقعا خیلی به نظر من باید بدبخت باشه که بهترین استفاده ای که از لحظه ای که دیگه بر نمیگرده توی عمرش بکنه اینه که بشینه به یه نفری که خودش میدونه ازش بدش میاد بشینه تایپ کنه. خب عقده ای هستی؟ یعنی من نمیدونم مثلا عقده ای مگه چاخ و دم داره مگه چیزی داره؟ نکنین این کارو، به خودتون توهین میکنین و اینو بدونین. من اینو بارها گفتم تو لایو ها، گفتم تو استوری ها، گفتم اگر شما توی اینستاگرامو که من میدونم، حتی این برای بازیگر و خواننده ها هم صدق میکنه، اگر شما از یه نفر خوشتون نمیاد، بدترین انتقامی که میتونین از اون آدم بگیرین اینه که حتی اصلا تو پیجش نرین، به خاطر اینکه شما حتی اگر بیاین تو پیج یه نفر و هیچ کاری نکنین، یک عدد به عدد ایمپرشن پیج اون آدم اضافه کردین. اگر پستشو باز کنین دو تا عدد اضافه کردین، اگر استوریشو باز کنین سه تا عدد اضافه کردین، هیچ کار نکردین، نه لایک کردین نه کامنت گذاشتین نه دایرکت دادین، خب تا حالا شد 3 تا. اگر لایک کنین که خب لایک معمولا نمی کنین، فقط کامنت فوش میذارین، اگر کامنت فوش بذارین 4 تا ایمپرشن اضافه کردین، اگر بهش دایرکت فوش بدین 5 تا ایمپرشن، یعنی 5 تا کار خوب شما برای کسی کردین که میخواین سر به تنش نباشه و میخواین که از فضای مجازی حذف بشه. اگه بریم جای دیگه راجبش صحبت کنید که اصلا خیلی بهش لطف کردین، به خاطر اینکه خیلی آدمای بیشتری رو با این آدم آشنا کردین که اونام بیان شاید اصلا همین کارو بکنن. میدونین چی بهتون میگم؟ شما اگر کسی رو واقعا دوست ندارین باشه، اصلا نباید حتی تو پیجش برین، به خاطر اینکه حتی شما پیجش رو باز کنین یعنی به طرف کمک کردین، یه ویو بهش دادین، یه ایمپرشن بهش دادین. شما که تو توییتر میشینین صبح تا شب به من فوش میدین، چه جوری میشه که من تا هنوز حرف از دهنم در نیومده تو توییتر همه دارن راجبش صحبت میکنن؟ بالاخره شما فالوور من هستین یا نه؟ درسته ممکنه که پیش خودتون فکر میکنین اون دکمه فالو رو نزدین، ولی شما از هر فالووری پیگیرترین، اگه خوشتون نمیاد چرا نگاه میکنید؟ چرا انقدر خودتون رو اذیت میکنید؟ بابا به خود شما این انرژی رو که میذارین واسه فوش دادن به من و امثال من، بذارین جای دیگه، بذارین توی زندگی خودتون، انقدر زندگیتون به جاهای خوب میرسه، به پیشرفت میرسه و به سرشلوغی خوب واسه خود شما میرسه که اصلا وقت ندارین که به من امثال من بخواید بشین که من برم به فلانی فوش بدم. یعنی اینقدر تو وقت اضافه داری، اینقدر تو بیکاری. خیلی آدم باید وقت اضافه داشته باشه که بشینه این کارو بکنه. من واقعا آرزو میکنم اینقدر برای همتون، برای همون گروه خاص، با همه نیستم، اینقدر اتفاقات خوب بیفته، اینقدر تو زندگی سرتون شلوغ باشه، اینقدر همش مشغول تکاپو و پیشرفت برای زندگی خودتون باشین که آرتون بیاد از اینکه اون لحظه‌ای که میتونید ازش استفاده کنید برای پیشرفت خودتون، برای آرامش خودتون، اصلا هیچ کاری نکنید، بشینین زل بزنین به سقف خورده، اصلا یه نفس عمیق بکشین و بذارین بشینین به من فوش بدین. و میخوام آخر سر از همه کسایی که تا الان با من بودن واقعا ازتون تشکر کنم که تا الان منو ساپورت کردین. اگر از الان به بعد میخواین منو ساپورت کنین، واقعا ازتون تشکر میکنم، به خاطر تمام کسایی که تو این چند روز حال منو پرسیدن، به خاطر تمام کسایی که این
اینجا هستن تا ما با هم دیگه زندگی کنیم، به هم دیگه حال خوب بدیم، با هم بخندیم، آرایش کنیم، همین چیزی که تا حالا بوده. واقعا ازتون ممنونم و امیدوارم که از این به بعدم با من باشین و امیدوارم دیگه هیچ وقت من نخوام که دوباره بشینم راجع به اینجور چیزا حرف بزنم، از این ویدیوها بگیرم. واقعا امیدوارم که روزای خوبی رو با هم داشته باشیم. واقعا ازتون تشکر میکنم و واقعا بدونین خیلی دوستتون دارم و ازتون معذرت میخوام که مجبور شدین این چند وقته بد اخلاقی منو ببینین، بی‌حوصلگی منو ببینین، چون واقعا اون تاثیر گذاشته بود. منم آدمم، منم فولاد نیستم و خیلی روزای بدی رو داشتم، بعضی روزای ذره بهتر بود، ولی خب گفتم بذار چند روز به خودم فرصت بدم، میخوره حالم بهتر شه، بیام یه شفاف سازی برای همه بکنم، بعد دوباره برگردیم به روال پیج. همین، مرسی که نگاه کردین، ببخشید که سرتون رو درد آوردم و همین، من میرم و شما توی ویدیو دیگه میبینم. بوسه کلتون، فعلا خدافظ.